با گذشت کمتر از پنج سال از رونمایی رسمی سامانه راهبردی باور 373 این سامانه بالاخره به طور مستند عملیاتی شده و ایران در جمع معدود کشورهایی قرار گرفته که دارای سامانهای پدافندی ضد بالستیک بومیه لیستی که کمتر از ده کشور یعنی ایالات متحده روسیه چین هند اسرائیل ژاپن فرانسه و ایتالیا رو شامل میشه البته کشورهایی مثل کره جنوبی انگلستان، ترکیه و عربستان هم سیستم های پدافندی زده بالیستیک رو خریداری کردن و در اختیار دارند. بدون شک میشه گفت که گام های بعدی ایران در حوزه سیستم های پدافندی هرچه بیشتر به سمت توان ضد بالستیک میره هر چند فرمانده نیروی پدافند هوایی ارتش در آبان ماه 1400 از عملیاتی شدن این سامانه خبر داده بود و اعلام کرده بود که نسخه اولیه این سامانه تحویل گیری شده و در مدار عملیاتی پدافند هوایی قرار گرفته اما تا این لحظه هیچ مستندی بر تایید این ادعا وجود نداشت اما حالا بر اساس تصاویر ماهواره استقرار این سیستم پیشرفته در یک سایت پدافندی جنوب تهران رصد شده البته تصاویر ماهواره مختلفی از این سامانه وجود داره که مربوط به مراسم های رونمایی و مناسبتی یا تست های عملیاتی در منطقه سمنان بوده پس در واقع این اولین باریه که این سامانه به صورت عملیاتی در یک سایت دیده شده در تصویری که دارید میبینید استقرار سیستم های راداری باور 373 و دیگر زیر سیستم ها مشخصه هرچند تنها یک خودرو پرتاب گردیده میشه این موضوع ممکنه به علت بروز نبودن تصاویر ماهواره باشه یا استقرار این سامانه در این سایت پدافندی تنها با هدف سنجش رادارها انجام شده باشه و سامانه مدتی بعد به محل دیگه ای به صورت مجزا منتقل بشه سیستم های پدافند موشکی موجود در ایران رو نیشه به سه بخش تقسیم کرد سامانه هایی که در سالهای قبل از انقلاب و در طول جنگ و در سالهای بعد از اون خریداری شدند سامانه هایی که توسط وزارت دفاع ساخته شدند و سامانه هایی که توسط نیروی هوافضا طراحی و به تولید انبوه رسیدند به در این بین باور 373 رو میشه یک ابر پروژه پدافندی ایران تلقی کرد چرا که نه تنها تمامی اجزای این سامانه بومیه و نمونه مشابه خارجی نداره بلکه این سامانه قادر تمام سیستم های پدافندی که قبل از اون ساخته شدن رو در یک شبکه یک پارچه فرماندهی کنه به همین ترتیب باور 373 حتی توانایی استفاده از موشک های سیاد 2 و 3 که به ترتیب 75 و 120 کیلومتر برد دارن رو هم داراست در این حال موشک اصلی مورد استفاده در این سامانه سیاد چهار نام داره موشکی که در دو نسخه A و B ساخته شده و به ترتیب 200 و 300 کیلومتر برد داره قابلیت استفاده همزمان از چند موشک سامانه باور رو در زمر سامانه ها و سیستم های پدافندی ماژولار قرار میده که ضمن ارتقا و ارتباط با شبکه های پدافندی مختلف و همینطور یه شبکه پدافندی یک پارچه بسته به نوع و فاصله هدف میتونه مناسب ترین موشک رو استفاده کنه ریشه های ساخت سامانه باور رو باید در اواخر دهه 80 شمسی جستجو کرد زمانی که روسیه برخلاف قرارداد امضا شده بین تهران و مسکو از تحویل سامانه S300 به ایران ممانعت میکنه و ایران چاره ای جز تکیه بر توان داخلی برای تولید یک سیستم پدافندی برد بلند نداره متخصصان پدافندی کشور در سال 1389 با تشکیل گروهی از نخبه های این حوزه مطالعه و تحقیق و جمعآوری اطلاعات برای طراحی یک سامانه برد بلند رو آغاز میکنند در این راستا با دستور فرمانده وقت قرارگاه پدافند هوایی خاتم الانبیا دفتر مستقل پروژه های خاص که یک ساختار غیر سازمانی و مخصوص به این نوع از مطالعات هست رو با پنج کمیته تشکیل میده که کمیته رادار، فرماندهی و کنترل، موشک و تجهیزات زمینی، ارتباطات و فاوا و کمیته سامانه و سلاح در این پنج کمیته هستند و در این ساختار شکل می گیرند. این دفتر مستقل طراحی تونست کار طراحی سامانه بومی برد بلند رو به پایان برسونه و برای تحقیقات اون از ده دانشگاه مطرح کشور و صد شرکت دانشبونیان همکاری و کمک گرفت. این پروژه در ابتدا با نام باور یک آغاز شد و فعالیت های مربوط به اون تا سال 92 ادامه پیدا کرد و در این سال این پروژه باور به وزارت دفاع واگذار شد. بعد از واگذاری پروژه باور به وزارت دفاع فعالیت های تحقیقاتی این پروژه تا سال 97 ادامه پیدا کرد و بالاخره در ایجده بهمن ماه همون سال نخستین تست هدفزنی اون در برد 120 کیلومتری در میدان تیر سمنان انجام شد سامانه باور 373 بعد از شلیک و هدفزنی موفق در ایجده بهمن 97 صبح سی 31 مرداد 98 در یه مراسم رسمی رو نمایی میشه یک سال و نیم از اولین شلیک موفق و هدفزنی باور در سمنان میگذره و این بار در تاریخ دوازده تیر سال 99 شلیک موفق این سامانه در فاصله 150 کیلومتری انجام و ثبت میشه سامانه باور 373 چند ماه بعد از شلیک در یک رزمایش میتونه شرکت کنه و میتونه یه هدف رو در یه سناریوی عملیاتی در فاصله 152 کیلومتری منهدم کنه در یک بازه 16 ماهه هم موشک سیاد 4 بی به سامانه افزوده میشه و برد این سیستم به 300 کیلومتر میرسه فعالیت یک پارچه سامانه های پدافندی برد بلند S300 و باور 373 در کنار سامانه های میان برد خانواده تلاش و ترکیب اونها با سیستم های کوتاه بردی مثل زوبین و مجید بقا و پذیری اونها رو در شرایط حملات هوایی پرتراکم بسیار افزایش میده هرچند بدون شک تجهیزات هواپایی به خصوص جنگنده ها عضوی لاینفک برای بقاپذیری هرچه بیشتر خواهند بود باید نگاهی به نقشه اهمیت استراتژیک این سامانه برای کشور به خوبی مشخص بشه یه گردان از سامانه باور 173 شامل یه رادار کاشف یه رادار درگیری، شش آتش بار دوتایی، یک پست فرماندهی و یک دستگاه ژنراتور هستش. در آخرین بهین سازی های انجام شده، برد رادار کشف از 350 به 450 کیلومتر و برد رادار درگیری این سامانه از 260 به 400 کیلومتر ارتقا پیدا کرده. رادار بهینه شده این سامانه میتونه 300 هدف رو در فاصله 450 کیلومتری کشف کنه و رادار درگیری هم میتونه 100 هدف رو در برد 405 کیلومتری رهگیری کنه. وظیفه کاربری این سامانه بر عهده گروه واکنش سریع راهبردی امام علی علیه السلام نیروهای پدافند هوایی ارتشه. بعد از اون که قرارداد خرید سامانه S300 در سال 85 با کشور روسیه منعقد شد با انجام فرایندهای لازم در سال 87 گروهی جهت گذراندن آموزش های مورد نیاز به روسیه اعزام میشن اما با کارشکنی های صورت گرفته این سامانه به ایران تحویل نمیشه با احیای مجدد قرارداد در دهه 90 گروه دیگری در سال 94 به روسیه اعزام میشن و فرایند تحویلگیری سامانه رو شروع می کنند و تا سال 95 هم ادامه داشته و این فرایند طی چند مرحله شامل بازرسی کارخونه ای تحویل در بندر آزمایش های فنی در سطح نیرو و آزمایش عملیاتی صورت میگیره تجهیزات و نیروهای کاربر به دو شکل قابل سازماندهی بودند یا به گروه های پدافندی و منطقه ای واگذار میشن یا به صورت گروه واکنش سریع راهبردی تحت فرماندهی مستقیم نیروی پدافندی هوایی میشد با تحقیقات انجام شده شیوه دوم برگزیده شده و ساختار سازمانی اون توسط ستاد کل نیروهای مسلح هم ابلاغ شده و به این ترتیب گروه واکنش سریع امام علی به صورت مستقل تشکیل میشه گروه امام علی شامل تعدادی یگان راهبردیه که وظیفه کنترل آتشبارهای سامانه پدافندی اس رو بر عهده دارند به علاوه مراکز پشتیبانی شامل گردان فاوا گروهان آماد و مرکز فنی تکنیکی از جمله سایر بخش های این گروه، وظیفه عمده این گروه دفاع از نقاط حساس و حیاتی کشور در ارتفاع بلند و متوسطه بر اساس طرحهای پدافندی با ابلاغ معموریت های موردی و متناسب یگان راهبردی در کوتاهترین زمان ممکن در اون محلی که لازمه مستقر می شد. و ممنونم که تو این برنامه هم با ما بودید حتما نظراتتون رو برای ما و بقیه دوستان مشکات و مخصوصا نویسنده بنویسید که بفهمند که شما به چه جاهای علاقه دارید به چه نکاتی علاقه دارید و ممنونم که با ما بودید خدا نگهدار شما